هی چطورید بچه ها؟ دیویس هستم با چنل من، خوش اومدید. آقا این ویدیو در رابطه با کسری خدمته و چیزی که من اونجا به چشم دیدم، یعنی طرف اومد 9 ماه از باباش کسری داشت، 4 ماه هم خودش حالا بسیج داشت، تموم کرد رفت. رسما 2 ماه آموزش اومد تموم کرد رفت. بیشتر از اینم میشه، یعنی راه داره که بیشتر از اینم کسری بگیرید. مثلا یه سری راه هم هستن که سیکرته، یعنی یه جورایی اصلا کسی نمیدونه در رابطه با اونا. در رابطه با اونا من چی ندارم دیگه. برای مثالی بخوام براتون میگم، طرف مثلا بسیج داشت، بعد نمیدونم یه سری حکم دیگه هم داشت، نشونه اون نمیداد دیگه. بعد رفت اونجا گفت که آقا من اینا رو دارم، 6 ماهی که حالت نرمال میگیرن و گرفت، اوکی چی اضافه بر اون یه سری دیگه هم کسری گرفت. نمیدونم داستانشون چیه، اونا رو فقط خود کسایی که حالا پیگیرن خیلی و خودشون میدونن که چطور کرد. ولی میخوام صورت کلی در رابطه با چیزی که من دیدم و من میدونم بهتون بگم. اولی چیزی که بهتون میگم این که همین الان قبل از اینکه دفترش رو پست کنی، برو یه دونه چیز بگیر، برو یه دونه مدرک فنی حرفه‌ای بگیر. اگه بلدی، اگه مثلا فنی رو بلدی، خب برو اینجایی که مدرک فنی حرفه‌ای درستابی معتبر میدن، تو خودت بهتر میدونی کجا بدونی. من الان تو شهرتون نیستم که بتونم بگم کجا بری. حالا می ای بی کامنت بذاری ببین کجا برم مثلا چه مدرکی بگیرم، من نمیدونم. حالا تو هر جایی هم زندگی میکنی، یه شهر نزدیکتون هست که بری چه کاری انجام بدی، خب برو همین الان یه مدرک فنی حرفه‌ای بگیر. مثلا یه کاریو بلدی میری اونجا میگی من بلدم این کارو، امتحان ازم بگیرین، من نشونتون میدم که بلدم. بلد نیستی یه دوره کلاس میری بهتون مدرک میدم، یه دوره کلاس میری بهت امتحان میدی بهتون مدرک میدم. این چیزی که من میگم بهت کسری که همه میتونن بگیرن، همه میتونن کسری بگیرن، بهش میگن کسری مهارت آموزی. خب یکی از بچه‌ها هم کامنت گذاشته بود که در رابطه با این مهارت کسری مهارت آموزی اینا توضیح بدین. اینو همتون الان میتونید برید بگیرید. خب یک ماه هم کسری داره بچه‌ها، یک ماه خدمت یعنی چی؟ یعنی شما قرار 21 ماه خدمت کنید، یک ماه کمتر از برای خدمت می‌کنید. یک ماه خدمت هم خدا یک ماه هم. حالا معلوم نیست جلوتر هم شاید مثلا یهو خدمت شد یک سال، یه خدمت شد فلان قد، این بازم به هر شکلی که باشه حساب میشه. یعنی اگه 3 ماه از خدمتتون کم شد، هر چقدر از خدمتتون کم شد اینم میزای روش. آقا برای مثال باباتون فلان قد مثلا ایثارگری داره، خودتون فلان قد بسیجی دارید، این یه ماه هم میزای روش دید تنگش تمومش میکنیم میره، یه ماه میدید وسط آموزشی بدید میگن آقا تو مرخص شدی برنش رو برو. خب کم نیستا، یعنی اگه مثلا یه جایی بیفتید که مثلا مثل من 15 ماه خدمت باشید، 7 ماه ازش کم میشه. خب نیازی. حالا بریم سراغ این که چند مدل کسری داره. آقا کسری دو حالت داره، یه حالت ناخواسته است یه حالت خواسته است. ناخواستهش چیه؟ ناخواستهش اینه که شما غیر بومی بشی، یعنی بیفتی یه جای دور از خونه. یکی دیگه اش اینه که بچه‌ها شما بدی آب و هوا بهت بخوره، یا بیفتی منطقه عملیاتی خیلی خطرناک. اول که این ستا میشه کسری ناخواسته، یعنی دست شما نیست، شما میرید دفترچه پست میکنید، خب بعد شرایط بومی شدن هم ندارید، نمیخواید بومی بشید، میخواید سریعتر خدمتتون تموم شه، میرید میفتید یه جزیره، یه جای دور، یه جای خدمت میکنید، سریع تموم شه میره. خب این میشه کسری ناخواسته دیگه، دست شما نیست. یا مثلا میفتید یه جایی که آب و هواش خوب نیست، همیشه سرده، اصلا زمستونش دهنتون سرویس میکنه، تابستونش دهنتون سرویس میکنه از گرد، این دست شما نیست. یا میفتید لب مرد، دست شما نیست، میتونید بعداً تغییرش بدید، ولی شاید بهتون بگم حماقته که بیفتی یه جایی که کسری دور از خانه داره، کسری بد آب و هوا داره، بعد مثلا بگی نه من خواهرم خونه. مگه اینکه واقعا نتونی تحمل کنی. چند بار بگم واقعا، میگه این خیلی مهمه که نتونی تحمل کنی. یا اینکه مثلا زن داشته باشی، یا اینکه مثلا پدرت نظامی باشه، یا اینکه مثلا چه میدونم هر چیزی تو این مایا. خب یا چه میدونم اصلا طرز تفکرت این باشه که آره من بیفتم نزدیک خونه فلان کارو بکنم، به کارم ادامه بدم، هر چیزی که فکر می‌کنی. ببین خودتون آخرش تصمیم می‌گیرید. خب ما مثلا من رفتم اونجا، همه بچه‌ها صحبت این که مثلا آره کاش میافتادم نزدیک خونه بود بینشون، ولی فکر که می‌کردن خب میگفتن خب زود تمومش می‌کنم میرم خونه دیگه 15 ماه. یا مثلا چه میدونم حالا کسی بومی غیر بومی بهتون نخوره، کسی آب و هوا بهتون نخوره، کسی فقط غیر بومی بخوره بهتون میشه 18 ماه. یه کسری دیگه هم هست که حالا براتون هم توضیح میدم، خیلی موردای یه سری موردای خیلی خاص هم هست. مثلا اصفهان یه جایش اگه بیفتید به خاطر کسری سالک، چون پشه سالک 3 ماه کم میشه ازتون. اینا موارد خیلی خاصن، موارد کلی رو من میخوام بگم. در اصل برگردیم سر داستان، این که بخواید بیفتید نزدیک خونه و تلاش کنید برای که نزدیک خونه بیفتید، هم چیزی که اگه بخواید شرایطش داشته باشید میشه که داخل
ویدیو قبلی براتون توضیح دادم، یه ویدیو گذاشتم در رابطه با انتقالی و این چیزا توضیح دادم براتون. بگذاریم. غیر بومی بچه‌ها 3 ماه کم می‌کنه ازتون، یعنی شما 200 کیلومتر محل زندگیتون فاصله داشته باشید 3 ماه کم میشه. حالا اگه مثلا آشنا هم دارید، می‌خواید مثلا بیافتید توی محل زندگی خودتون خدمت کنید، ولی کسی غیر بومی هم بهتون بخوره، کسایی هستن میرن از یه جای دیگه دفترچه پست می‌کنن، میرن از خونه مثلا مادر بزرگشون، از خونه پدر بزرگشون یه جای دیگه دفترچه پست می‌کنن، از اون طرف آشنا دارن، میندازش تو شهر خودشون، باز غیر بومی بهشون می‌خوره. دیدم کسایی که چنین غلطی که انجام میدن، ولی در کل 3 ماه کسری داره. مورد دومی که براتون گفتم آب و هوا. بچه آب و هوای بد جنوب کشور معمولا 90% جاهاش خطه جنوبی کشور، خوزستان و اهواز و نمیدونم بندرها و تمام قسمت جنوبی کشور تا جایی که من میدونم، بقیه جاها رو نمیدونم، شاید مثلا جایی که خیلی سردم باشه بازم این کسری بهشون بخوره، ولی اکثر جنوب قسمت کشور کسری آب و هوا داره که اونم بازم 3 ماه کم میکنه. یعنی شما به هر شکلی بیافتید جنوب کشور، خونتون شمال باشه، نیمه قسمت 200 کیلومتر فاصله داشته باشه با اونجایی که افتادید، جنوب واقعا نزدیک آب و جایی که شهرهایی که به آب چسبیده، بازم 3 ماه کم میشه. کل خدمت چقدر بود؟ 21 ماه بود. حالا 6 ماه ازش کم کنید چقدر؟ یه ماه اونور 5 میشه 15 ماه، همونجوری که من 15 ماه دارم خدمت میکنم. حالا یه جایی هم هست خیلی سخت‌تره، خیلی سخت‌تره، فکر کنم بازم بابت اون، یا عملیاتی خیلی خطرناکه، بابت اون 1 ماه کم میکنن. این که کجاست و من نمیدونم، این که کجاست دقیقاً، کجا اینطوریه واقعا من نمیدونم. توی سایت ها هم من چیزی پیدا نکردم که دقیق بده که آقا فلان جا و فلان جا و فلان جا و فلان جا این کسریه مثلا مناطق خطرناکو میگیره. من میدونم لب مرز میگیره، فکر کنم زاهدان و اینجور جا میگیره، یعنی کسایی که اونجا خدمت میکنن فکر کنم کلن 14 ماه خدمت میکنن. پس شد که مینیموم الان تا زمانی که الان من چه تاریخیه 25/12/1402 الان دارم این ویدیو رو پر میکنم، کمترین جایی که خدمت دیدم کسایی میکنن 14 ماهه. حالا اگه سال دیگه اومد شد 3 ماه دوره کم شد، یه چه میدونم اصلا یه شرایط خاصی پیش اومد، اصلا کلش کالج کنسل کردم، من ربطی نداره، ولی چیزی که من میدونم اینه که 14 ماه الان جایی که خیلی خطرناکه. حالا شما فرض کنید 14 ماه باشید، یه مدرک فنی حرفه‌ای هم بندازین روش، میشه کلا 13 ماه. 2 ماهش هم که آموزشیه، آموزشی آنچنان بهتون سخت نمیگیرن مگه اینکه بیفتید نیرو زمینی. نیرو زمینی من تا جایی که شنیدم خیلی سختگیره، نیرو زمینی ارتش، جای دیگه رو نشینم سختگیر باشه. که بازم در این صورت چقدر خدمت میکنید؟ 13 ماه کنه خدمت کنید؟ نه، برمیگردید همون 14 ماه، چون جایی که مثلا اون حالت کسری داره زیاد نیستن، اون کسری خیلی خطرناک داره زیاد نیستن. 14 ماه، 1 ماه همین کم میکنه 13 ماه، کلا یه سال میرید سربازی برمیگردید. البته این ویدیو اصلا حالت این پیشنهادی نداره که آقا بیایید برید خدمت ها، اصلا من نمیخوام چنین چیزی بگم، من کلیاتو دارم میگم. حالا از اون طرف بریم سراغ کسری های خواسته. البته نمیدونم من کسری خدمت متأهلارم جز ناخواسته حساب کنم یا خواسته حساب کنم. آقا کسایی که متأهلن باز فکر کنم 1 ماه یا 2 ماه کم میکنه از خدمتشون، دقیق اطلاع ندارم متأهلا چقدر کم میشه، کنم 1 ماهه دقیق نمیدونم، ولی متأهلید بدون که یه چیز دیگه هم بازم کم میشه. خب فرزند داشته باشید به ازای هر بچه‌ای بازم 3 ماه کم میکنن، بازم 3 ماه کم میکنن. آره درست بهتون گفتم، 3 ماه بابت هر فرزندی کم میکنن. خب شما متأهل، یعنی کسی که متأهله یه بچه داره بیفته جای دور یا نزدیک بیفته، آره بستگی داره ببینید که چند ماه خدمت داشته باشه اونجایی که میفته، 4 ماه الا 5 ماه کم میشه. یعنی اگه شما بیفتید یه جایی که بد آب و هوا مثلا بیفتید، من مثلا 18 ماه خدمت بشید 5 ماه هم کم بشه ازش، بازم 5 7 بازم 13 ماه خدمت میکنید، بازم 13 ماه خدمت میکنید. حالا نمیدونم این کسی رو جزء خواسته حساب کنم یا نخواسته حساب کنم، یه به خودتون بستگی داره. کسری بعدی که من ازش اطلاع دارم ایثارگری و درصد جانبازیه. بر ازای هر ماه ایثارگری 12 روز از خدمت شما کم میشه. یعنی پدر شما اگه مثلا فلان قد 9 ماه 10 ماه از 10 روند باشه حساب کنید، 10 ماه که ایثارگری داشته باشه 10 ضرب در 12 میشه، خب میشه 120 روز. 120 روز ایثارگری داشته باشه خب تقسیم بر 30 میشه، میشه چی؟ چند ماه؟ 4 ماه شما کسری میگیرید. 10 ماه با پدرتون ایثارگری داشته باشه شما 4 ماه کسری میگیرید. 4 ماه خیلی زیاده ها، یعنی 1 ماهش زیاده، 4 ماه دیگه خیلیه. 4 ماه خدمت خیلیه بچا، 4 ماه خدمت، 3 ماه خدمت، 1 ماه خدمت، 1 روز خدمت خیلیه. حالا 1 روز که نه، ولی حالا این عددهای بزرگتر خیلیه. جانبازی رو به صورت دقیق نمیدونم، ولی میدونم به ازای هر درصدی بازم یه مقدار کسری میگیری. حتی کسایی را من میشناسم که به خاطر این بنده خدا این شرایط
جانبازی که پدرشون داره کلا معاف شدن. بنده خدا شرایطی که الان پدرشون داره مثلا مکه مثلا کسایی که حالا خدای نکرده شیمیایی شدن مثلا هنوز که هنوز زندگی درستی ندارن. پس هر ماهی 12 روز، هر ماهی که پدرتون ایثارگری داشته باشه 12 روز، هر 30 روزی که پدرتون ایثارگری داشته باشه چون میرین یه جای حساب میکنید به روزتون میگن. حالا برای که بگیرید این کسری رو چیکار باید بکنید وقتی که میرید خط؟ اولا که به هیچ کس نگید، به هیچ کس نگید که چه این کسری رو دارید. خب یعنی میرید اونجا اصلا نیازی نیست بگید، چون بگید مثلا من 9 ماه کسری دارم احتمال این که مثلا یه مقدار ازتون کار بیشتر بکشن زیاده، چون طرف میگه ای خب قراره یه ماه دو ماه سه ماه کنن خدمت کنه بره دیگه، بذار من که قراره 12 ماه خدمت کنم خب دهنم سرویسه، بذار از این کار بکشن، بذار از این که مثلا یه ماه قرار بیاد اینجا خدمت کنه کار بکشن. پس کلا کسریتون به کسی نیاز نیست بگید، کلا کسریتون به کسی نیاز نیست بگید، برید کاراشو انجام بدید. کاری هم که نیاز هست بکنید برای گرفتن کسری، هر مدل کسری دارید، تنها کسی که نیاز داره بدونه منشیتونه، تنها کسی که نیاز داره بدونه منشیتونه. میرید پیش منشی میگید من یه نامه میخوام، مثلا اگه پدرتون فلان جا خدمت کرده میگید من یه امریه میخوام برای قسمتی که پدرم خدمت کرده، از پدرتون میپرسید کجا خدمت کرده. من کسایی هم چی میشناسم که حتی پدرشون بهشون نمیگه کجا خدمت کرده و میخوان برام میخوان بچه‌شون، حالا نمیدونم چرا واقعا بچه اذیت شه میگن که نه با بری کامل خدمت کنی، اصلا نیازی نیست پدرتون اجازه بده برای این کار. شما اگه برید آمار در بیارید که آره پدرتون ایثارگری داره، خودتون نامه میگیرید، خودتون میرید کاراشو انجام میدید، خودتون میاید کسری رو میخوابونید سر پرونده. پروسش هم معمولا یک ماه طول میکشه، یعنی اگه شما میدونید که مثلا 4 ماه کسری دارید 5 ماه کسری دارید، باید قبل از این که برسید به 4 ماه 5 ماه برید و این کسریتون رو بخوابونید روی پرونده. آها یه جایی هم همین الان که داشتم باهاتون صحبت میکردم پیدا کردم که نوشته بر ازای هر 5% جانبازی 60 روز چیزه 60 روز کسری. حالا من ندیدم تو سایت نوشته، خیلی چیزا تو دیگه تو سایت نوشته، شاید مثلا برید اونجا اوکی نباشه، ولی این که برید پیگیرش بشید بگیریدش و کسر کنید از خدمتتون خودش واقعا خیلیه. این که چطوری بگیریدش هم بهتون گفتم، فقط و فقط با منشیتون، فقط و فقط با منشیتون، نیازی نیست همه بدونن، در جریان میذارید. خب یا مثلا اگه دوستی چیزی دارید که مثلا بشه اعتماد دارید در جریانش میذارید، میرید با من خود منشی صحبت میکنید، میگه آقا پدرم فلان چه، خودشون میدونن چی کار کنن، خودشون میدونن کجا بنویسن، شما یه سری اطلاعات داشته باشید بهتون از اون سوال میپرسن، میگن حالا خب بیا این نامه، البته نامه رو همون لحظه بهت نمیدن، نامه رو ثبت میکنن برات، نامتون یکی دو هفته بعد آماده میشه، بعد اون نامه رو باید ببرید اونجا که پدرتون خدمت کرده که بهتون نامه کسری رو میدن، نامه کسری رو باید ببرید بکنم پلیس به علاوه 10 پلیس اولیه 10 بخوابونیدش. کل این پروسه هم شاید یه هفته طول بکشه، چند کم تر یه سری برید و بیاید کارشو انجام بدید کلا شاید مثلا یه هفته طول بکشه. میذاریدش اونجا، بعد چند وقت از این مدتی که کسری دارید میفته رو پرونده خدمتتون، یهو بهتون میگن آقا تو اینقدر کسری داشتی اصلا بالاشو برو خونه. کسری بعدی هم که هست کسری بسیجی که شما بر ازای هر سالی که فعالیت داشته باشید یک ماه کم میکنن از خدمتتون، که ماکسیموم مقدارش هم تا جایی که من میدونم 6 ماهه. خب بلی کسایی هستن که مثلا ما دیدیم اینا یه سری چیز داشتن، یه سری حکم داشتن، نمیدونم چی کار، حالا این خودتون بیشتر میدونید، حالا کسایی که هستن توی اون سیستم خودشون بهتر میدونن که چطوری سیستمش، یعنی تا مغز و استخون این داستان رفتن دیگه، مثلا مدارک تو با خودتون میبرید اونجا و نشون میدید، مثلا 6 ماه حالا رو شاخشه اگه شما 6 ماه فعال کار کرده باشید، و اگر هم مدرک پدرک داشته باشید، نمیدونم حکم داشته باشید، فلان چیز داشته باشید، یه چیزایی بیشتر کم میشه. اینو اصلا اطلاع ندارم ازش، اینو اصلا اطلاع ندارم ازش، چقدر چیزش رو میدونم، کلیتش رو میدونم که حالا تا 6 ماه، یعنی اینکه مدرک پدرک دارن نمیدونم چقدر بیشتر کم میکنن. میخواهید برید بدونید اینو برید خودتون تحقیق کنید. حالا خلاص این شرایط کل کسریه که من میدونم. یه کسری دیگه هم هست بچه‌ها، کسری نخبگان، کسری کسایی که پروژه انجام میدن، خیلی ساده دارم بهتون میگم، پروژه انجام میدن و مختص کسایی که کارشناسی ارشد به بالا دارن. من خودم مثلا رفتم پرسیدم، گفتم آقا مثلا میتونم پروژه انجام بدم، میتونم فلان کار انجام بدم، تصویر برداری بلدم، ادیت بلدم. رفتم یه جایی هست، یه جایی بود داخل حالا مشهد مرکز تحقیقات بهش میگفتم، گفتم آقا من مثلا تدوین بلدم، مثلا میتونم مثلا پروژه بگیرم، مثلا تصویر برداری انجام بدم، پروژه بگیرم کمتر بشه خدمتم. گفتن نه، این مختص اولا کسایی که کارشناسی ارشد دارن و قبل خدمت هم فکر کنم باید برید اقدام کنید برای این کار، یعنی نذارید بیافتید توی غیبت و این کار انجام بدید. خب پروژه انجام میدید و به شرط موفق بودن پروژه کسری برشون حساب میشه. خیلی چیزا هم در اختیارتون فکر کنم میذارم توی این پروژه، مثلا یه سری هزینه میکنم فکر کنم. خب من مثلا کسری دیدم که رفتم مثلا گفت مثلا فلانی رفته پروژه انجام داده،
پروژه به جایی نرسیده، بعد یهو کلاً کنسل شده و باید خدمتش فهمیدی که خدمتش کامل باید بری. یعنی مثلا یه سال رفته وقت گذاشته برای پروژه نشده. من نمیخوام دلت تا دلتون سرد کنم، ولی خب نشده، بعد مثلا خدمتش هم باید بره. یه مقدار باید آدمی باشید که واقعا پخته است و میدونه چیکار داره میکنه برای این یه دونه کسری. برای یه دونه کسری باید بدونی چیکار میکنید. حالا مثلا این برنامه‌نویسی بعد فلان کار بردید، برای اون کار بردید، پیشنهاد میتونید بدید برای اپلیکیشنی، برای این خیلی خوبه. قطعا فکر نکنم بنبست بخورید اگه برنامه‌نویسی حرفه‌ای هستید. تو بنبست نمیخورید. این کارو باید انجام بدید، کلا پروژه‌تون تکمیل کنید، کسری رو کسری رو میگیرید یا کلا دیگه خدمت نمیرید اصلا. ثبت اختراع فکر کنم اگه داشته باشید، آها اینا فکر کنم ثبت اختراع اگه داشته باشید خیلی از خدمتتون کم می‌کنه. اینا رو دیگه دقیق نمی‌دونم، چیزی که دقیق می‌دونستم تا الانو بهتون گفتم. حالا بزن یه مثال بزنم براتون. آها یه موضوع دیگه بچه‌ها، پدرتون ایثارگر نمیدونی چقدر، کارتشو نگرفته، کارتشو گرفته گم کرده، سایت هست که شما میرید استعلام میگیرید و بهتونش میده که پدرتون چقدر ایثارگری داره. اگر نمیدونی چقدره، اگه پیگیرش نشده تا حالا که اصلا برید اونجا شاید بهتون ندن، ولی برید اونجا بگید آقا من اصلا نمیخوام، چون ایثارگری اگه بالای فکر کنم چند ماهش یه حقوقی در نظر میگیرن، بستگی داره کدوم ارگان باشه، یه حقوقی در نظر بگیر یا یه شرایطی در نظر بگیر، بری اونجا آقا من نمیخوام اصلا چیشو، من فقط میخوام کسریه اصلا خدمتم فقط حساب بشه. برید صحبت کنید، اگه مطمئنید پدرتون ایثارگری داره بگید آقا چه شرایطی، بعد مدرک هم باید داشته باشید. بدون مدرک هیچ فایده ای نداره، بدون مدرک نه به کسی کسری میدن نه به کسی کاری انجام میدن، مدرک باید داشته باشید. یا پدرتون دقیق بدون حالا مثلا چه سالی چه کجا خدمت کرده، میرید اونجا میگید آقا من پدرم اینجا بوده، کاراشو انجام میدین، یه مقدار طول میکشه تا چیزش انجام بشه، تا کارش انجام بشه. اگر تا حالا کارت نگرفتی، تا حالا استعلام نگرفتی، تا حالا هیچ کارش انجام ندیدید، ولی بازم میارزه. اگه قرار مثلا 21 ماه خدمت کنید، تو این هین برید این کارو انجام بدید، تو این مرخصیاتون بازم میارزه. میرید این کارو انجام میدید و کسریتون میگیرید و میذارید روی پرونده‌تون و تموم میکنید میرید. یهو تاش میبینید مثلا 4 ماه خدمتتون مونده، شما 10 ماه کسری داشتید. خلاصه اینم از این. یه مثال هم که براتون میتونم بزنم بچه، الان ما رفیق داریم که افتاده پیش خودمون، 15 ماه خدمته توی بوشهر. شما به دلیل آب و هوا، به دلیل دوری از خانه، حالا اکثرا 15 ماه خدمتن، 9 ماه کسری داره، 2 ماه هم آموزشی رفته که اصلا آموزشی اونقدر سخت نیست، کلن 4-5 ماه خدمت کرد، کلن 4-5 ماه خدمت کرد، داره میره خود. این هم از این. تمام کسری ها که بهتون میدونستم و گفتم بچه، کسری ها هم هست که من نمیدونم. این کسری ها رو فقط کسری که خودشون میدونن داستانش چیه. مثلا یه چیزی که من دیدم این بود که طرف پدرش نظامی بود، بعد پدرش جای سخت خدمت کرده بود، جای سخت حالا اون چیزشو گذرونده بود، باز به اونم کسری دادن. تحقیق کنید، برید کسریتون بگیرید، بذارید روی پرونده‌تون، تماش کنید خدمت. این سیستم کل کسری هایی بود که من میدونستم و ازشون اطلاع داشتم و دیدم که مثلا طرف استفاده میکنه ازش. آقا ویدیو ویدیو به درتون خورده باشه، از کسریتون استفاده کنید، برید همین رو مدارک فنی اف ای رو بگیرید اگه ندارید. یه ماه جای دور بیفتید 14 ماه خدمتتون تموم میشه و همین. امیدوارم که این سه ماهی که میگم دوباره کم بشه، که اگه اون کم بشه که دیگه دیری 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 دی